سلام به دوستای گلم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز قراره با هم آموزش این بلوز بسیار زیبا رو داشته باشیم. عزیزان، این بلوز من با کانوای آلیز دیوا با دو کلاف و تقریبا نصفی، تازه به نصفم نمیرسه، بافته شده. سایز 38 تا 40. خب عزیزان، اگر تا الان هم عضو کانالم نبودید، حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من هر هفته با آموزش‌های جذابی در خدمتتون هستم. پس بریم که با هم بی‌معطلی این بافت زیبا رو آموزشش رو ببینیم. ببینید عزیزان، برای بافت این بلوز من از قلاب شماره 2.5 استفاده می‌کنم. نخمم نخ آلیز دیوا هستش و رنگش هم 291 کالرش. خب بریم که با هم ببافیمش. خب ببینید دوستان، من 162 تا زنجیره زدم. خب ببینید دوستان، این 162 تا زنجیره رو من به اندازه دور سر اون شخص که حالا خودم هستم اندازه گرفتم و به اندازه دور سر من به اون تعداد زنجیره زدم و این 162 تا زنجیره‌ای که من زدم برای سایز 38 تا 40 هستش. پس شما برای هر شخصی که خواستید ببافید، چون از سر وارد میشه و ما داریم الان از بالا به پایین میبافیم، حتما باید دور اون سر اون شخص رو شما اندازه بگیرید و به اون اندازه زنجیره بزنید. و اینکه برای این زنجیره زدن حتما جوری انتخاب بکنید که تعداد دونه هاتون مضربی از 3 باشه. خب برای بافتش، رج اول من 1 2 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره هم برای فاصله، یعنی در واقع 5 تا زنجیره میزنم، 2 تا دیگه هم رها میکنم. پس میشه 1 2 3 4 5 تا زنجیره که زدم، 2 تا هم رها میکنم، میام داخل زنجیره بعدی و یک پایه بلند میزنم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. ببینید، برای همین گفتم باید مضربی از 3 باشه. 2 تا زنجیره رو رها میکنم، میام داخل زنجیره سوم و دوباره یک پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام صاف میکنم زنجیره هم رو، 1 2 میام داخل سومی به این حالت. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 رها میکنم، میام تو پایه سوم. دوباره یکی دیگه انجام میدم تا انتها، باید به همین شکل بافته بشه. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 تا زنجیره رها، میام زنجیره سوم و پایه بلندم رو میزنم. دوباره 2 تا زنجیره، 1 2 میام داخل زنجیره بعدی. به همین شکل تا انتهای کار من میبافم. من به آخر کار رسیدم، 2 تا زنجیرم رو میزنم. این قسمت رو بعد روش کار انجام میدم، الان بهش کاری ندارم. حالا میام ابتدا و انتهای کار رو به هم وصل میکنم. ببینید، 1 2 این قسمت میشه سومی. از 3 زنجیره 2 تا رو رد میکنم که فاصله است، میرم روی قسمت سوم. به این حالت بستم رو این قسمت رو حالا باید انجام بدم. پس اینجا بس شد. حالا میام از همینجا که اتصالم رو دادم، 1 2 3، چون این قسمت دوتا فاصله بود، میام داخل این قسمت، این نخ رو میگیرم، از اینجا عبورش میدم و بعد همینجا
لخم رو یک گره میزنم و سر و ته کار به این شکل به هم وصل میشه. خب میرم برای ادامه کار. ببینید الان اینجا من باید برم داخل این فضای دو زنجیرم. سه تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند، دو تا زنجیره دیگه هم میزنم جهت فاصله. دوباره میرم داخل هر کدوم از این زنجیره ها و یک پایه بلند میزنم دو زنجیره. دوباره یک پایه بلند دو زنجیره. دوباره یک پایه بلند دو زنجیره. ببینید کار به این شکل. تا انتها باید به همین شکل ببافم. دور تا دور تا برسم این قسمت. ببینید من به انتهای رج رسیدم، دو تا زنجیرم رو زدم، میام به سومی زنجیره، بستم رو میزنم. میخوام رج سه رو آغاز بکنم، میرم داخل این فضای دو زنجیره و بستم رو میزنم. یک دو سه زنجیره، دوباره میرم داخل این فضا و یک پایه بلند زنم. دو تا زنجیره میزنم، میرم داخل بعدی و دو تا پایه بلند میبافم. دوباره دو تا زنجیره، میرم داخل فضای بعدی و دو تا پایه بلند دیگه میبافم. دوباره دو تا زنجیره میزنم، میرم داخل بعدی و دو تا پایه بلند میبافم. ببینید به این شکل تا انتها به همین صورت بافته میشه. برای رج بعد دوباره دو تا زنجیره میزنم، میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. به این حالت دوباره باید روی تک تک اینها من یک پایه بلند ببافم. ببینید دوباره همینجا میام یک دو سه، سه تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند، روی پایه بلند یک پایه بلند بافته میشم. دوباره دو تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، دوباره میام یک پایه بلند، دوباره رو بعدی یک پایه بلند. دوباره دو تا زنجیره، میام داخل دو تا پایه بعدی، روی هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به این شکل دوباره دو تا زنجیره تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب ببینید من به انتهای کار رسیدم، به دو تا زنجیره در انتها و میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. به این شکل دوباره میام سه تا زنجیره میزنم، میام همینجا دوباره یک پایه بلند دیگه میزنم، یعنی دو تا تو خونه اول میزنم، میام داخل بعدی و یک پایه بلند. پس دو تا پایه من اولی افزایش داریم، دومی رو میبافیم، یعنی در واقع دو تای ما تبدیل میشه به سه تا. دو تا زنجیره میزنم، دوباره میام روی اولی دو تا میبافم، یک و دو، روی بعدی یه دونه. دوباره دوتا زنجیره میزنم، روی اولی دوتا میبافم، یک و دو، روی بعدی یه دونه. به این شکل دوباره دوتا زنجیره و تا انتها به همین شکل میبافم. خب ببینید من به انتهای رج رسیدم، میام اینجا یک دو، روی سومی بستم رو میزنم. میام اینجا این بار دوتا زنجیره میزنم، روی دو پایه بعد پایه بلند رو به صورت نیمه میبافم. دوتا زنجیره برای همین زدم چون پایه کوتاه میشه و با سه تا
شکل نمیشه و حالا با هم یکی میکنم. یک، دو، سه، چهار، پنج. پنج تا زنجیره میام داخل بعدی. دوباره یکی، دوتا، وسطا و دوباره همه رو با هم یکی میکنم. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج. میام تو خونه بعد سه تا پایه رو به صورت نیمه بلند میبافم. دو و سه و بعد اینا رو با هم یکی میکنم به این حالت. دوباره پنج تا زنجیره. یک، دو، سه، چهار، پنج و تا آخر به همین صورت ادامه میدم. خب ببینید من تا انتها به همین شکل بافتم. میام اینجا، یک، دو، سه، چهار، پنج و بعد میام این قسمتی که یکی کردم بستم رو میزنم. داخل این رژ من فقط میخوام پایه کوتاه داخل پنج تا زنجیره پنج تا پنج تا بزنم. پس میام داخل این فضای پنج زنجیره یک بست میزنم، یک زنجیره، پنج تا پایه کوتاه میبافم. یک، دو، سه، چهار و پنج. دوباره میام داخل بعدی و پنج تا پایه کوتاه میبافم. یک، دو، سه، چهار و پنج. دوباره میام داخل پنج تا زنجیره بعدی پنج تا پایه کوتاه میبافم. پس تا انتها به همین شکل بافته میشه. یک، دو، سه، چهار و پنج. بدون هیچ زنجیره‌ای پنج تا پنج تا پایه‌های کوتاه فقط داخل پنج تا زنجیره بافته میشه تا انتها. خب ببینید من تا انتهای رژ بافتم. میام این قسمت به اولین پایه کوتاه، به تک زنجیره کاری ندارم. میام یک بست میزنم. ببینید یک، دو، سه، چهار، پنج. رو دومیم کاری ندارم. میام روی سومی. سه تا زنجیره معادل یک پایه بلند و پنج تا زنجیره یک، دو، سه، چهار، پنج برای فاصله. دوباره میام داخل همین پایه یک پایه بلند دیگه میبافم به این شکل. میرم پایه بعدی. یک، دو، ببینید یک، دو. پس این وسط میشه سومین پایه. میگیرم یک پایه بلند، یک، دو، سه، چهار، پنج و دوباره پایه بلندم رو این قسمت میزنم. ببینید به این شکل. دوباره میرم پنج تا پایه بعدی روی سومی. یک، دو، ببینید الان اینجا رو، یک، دو، سه، چهار، پنج، درسته؟ میام روی سومی روی این قسمت. یک پایه بلند، یک، دو، سه، چهار، پنج و دوباره یک پایه بلند دیگه. ببینید تا انتها به همین شکل بافته میشه. دوباره میام داخل این قسمت، میام سومی رو در نظر میگیرم از پنج تا پایه ای که بافتم. پایه بلند، پنج تا زنجیره، سه، چهار، پنج و دوباره همین قسمت پایه بلند. به همین شکل تا انتها می بافم.
ببینید عزیزان، من تا انتها بافتم، میام به یک دو سه چهارمی زنجیره بستم رو میزنم، میام داخل این تک زنجیره و یک بست میزنم و یک زنجیره. داخل این پنج زنجیره من پنج تا پایه کوتاه میبافم، یک دو سه چهار و پنج، سه تا زنجیره میزنم، یک دو سه، میام این قسمت، یک دو سه چهار پنج، دوباره سه تا زنجیره میزنم، میام داخل این فضا و یک دو سه چهار و پنج، دوباره سه تا زنجیره میزنم، میام این فضا، یک دو سه چهار پنج، دوباره سه تا زنجیره، یک دو سه، تا انتها به همین شکل بافته میشم. خب من به انتهای رنج رسیدم، سه تا زنجیرم رو میزنم، میام به این قسمت اول، بستم رو میزنم. برای این رنج من اول میام سه تا زنجیره میزنم، معادله یک پایه بلندم و بعد پنج تا زنجیره، یک دو سه چهار و پنج، میام تو فضای سه زنجیره کار دارم، میام این قسمت، یک پایه کوتاه میبافم، همینجا میام دوازده تا زنجیره میزنم، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده، از اینجا میشمارم، یک دو سه چهار پنج، میام روی ششمی و یک پایه کوتاه میبافم به این شکل، دوباره یک دو سه چهار پنج، میام رو سه زنجیره بعدی و به این شکل پایه کوتاه میبافم. ببینید اینکه پایه بلندم بود، پنج تا زنجیره، دوازده تا به این شکل در میارم و اینجا هم پایه کوتاه، دوباره میام پنج تا زنجیره میزنم، یک دو سه چهار پنج، میام تو این فضای سه زنجیره و یک پایه بلند، دوباره یک دو سه چهار پنج، میام دوباره این حلقه رو باید ایجاد بکنم، میام این قسمت، پایه کوتاه میزنم، دوازده تا زنجیره، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده و دوازده، از اینجا میشمرم، یک دو سه چهار و پنج، میام روی ششمی و پایه کوتاهم رو میبافم، دوباره یک دو سه چهار پنج، میام داخل فضای بعدی و یک پایه کوتاه. ببینید این حلقه که ایجاد میشه، بعدش دوباره پنج تا زنجیره، یک دو سه چهار پنج، میام داخل بعدی یک پایه بلند میبافم، دوباره بعد پنج تا زنجیرم رو بزنم، سه چهار پنج، میرم داخل فضای سه زنجیره بعدی و یک پایه کوتاه، دوباره این حلقه رو باید ایجاد بکنم، دوباره دوازده تا پایه، دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده و دوازده، میشمرم، یک از پایین، یک دو سه چهار پنج، میام روی ششمی و به این حالت یک پایه کوتاه، دوباره یک دو سه چهار پنج، میام داخل سه زنجیره بعدی و یک پایه کوتاه،
دوباره باید 5 تا زنجیرم رو بزنم. 3 4 5 میام داخل بعدی و یک پایه بلند. دوباره 1 2 3 4 5 میام دوباره اینجا پایه کوتاه. بعد از زدن پایه بلند میام پایه کوتاهم رو میزنم. دوباره 12 تا زنجیره. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. 1 2 3 4 5 میام روی شیشومی به این حالت میگیرم و پایه کوتاهم رو میزنم. دوباره 1 2 3 4 5 زنجیره میام این قسمت پایه کوتاهم رو میزنم. دوباره که این قسمت تشکیل شد در دو تا پایه کوتاه و این قسمت میام باز 5 تا زنجیره میزنم در فضای بعدی پایه بلند. دوباره باید این قسمت رو اجرا بکنم. به همین شکل کار به این شکل در میاد. تا انتها میبافم. خب ببینید من تا انتها به همین شکل بافتم. این قسمت 3 زنجیره آخر رو دیگه کاریش ندارم چون من اینجا روش 3 زنجیره که معادل پایه بلند بود رو زدم. پس میام اینجا 1 2 3 4 5 و میام به 1 2 3 زنجیره که میشه معادل پایه بلندم بستم رو میزنم. حالا باید داخل این 5 زنجیره هامون من 5 پایه بلند ببافم. پس میام این قسمت 1 بست میزنم روی زنجیرم، 1 تک زنجیره و 5 پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. بعدی 1 2 3 4 و 5. میام داخل این قسمت، داخل این فضا که اومدیم زنجیره زدیم و بعد اینجا بعد از 6 تا رها کردن اومدیم پایه کوتاه زدیم، داخلش رو با 20 تا پایه بلند پر میکنم. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. پونزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده و بیست. ببینید به این شکل من این 20 پایه بلندم رو زدم. میام دوباره توی این قسمت 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. دوباره میام این قسمت 5 تا. 1 2 3 4 و 5. میرسم به این پایه بلندم. به جای این پایه بلند 3 تا زنجیره میزنم. پس هر جا رسیدم به قسمت پایه بلندم 3 تا زنجیره میزنم. دوباره میام این قسمت 5 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4
دو سه چهار و پنج. دوباره میام این قسمت. یک دو سه چهار پنج. باز میرسم به این حلقه، میرم داخلش و 20 تا پایه بلند میبافم. یک دو سه چهار پنج تا 20. ببینید بعد از زدن 20 دوباره 5 تا پایه کوتاه رو میبافم. دو سه چهار و پنج. دوباره میام این قسمت. یک دو سه چهار و پنج. سه تا زنجیره میزنم. یک دو و سه. میام این قسمت. دوباره 5 تا پایه کوتاه. سه چهار پنج. دوباره اینجا 5 تا پایه کوتاه. دوباره میرسم به این حلقه 20 تا پایه بلند. دوباره 5 تا پایه کوتاه. دوباره اینجا 5 تا پایه کوتاه. میرسم به این پایه بلندم. سه تا زنجیره و دوباره همین کار ادامه پیدا میکنه و شکل کار ما به این صورت میشه. پس تا انتها به همین شکل بافته میشه. ببینید من تا انتها به همین شکل بافتم. میام سه تا زنجیری آخرم رو میزنم و میام به اولی پایه بستم رو میزنم. سه تا زنجیره میزنم. یک دو و سه. میام این قسمت. یک دو از این بیستایی که بافته بودم یک دو تاشو جا میذارم، میام روی سومی و یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم، میرم پایه بعدی. دوباره یک پایه بلند، دوباره تک زنجیره رو پایه بعدی. به همین صورت تا دو تایی مونده به آخر به همین شکل میبافم. یعنی در واقع 16 تا پایه بلند میبافم. 20 داشتیم، دو تا از این قسمت کم میشه و دو تا از این قسمت. میام رو پایه بعدی، دوباره رو پایه بعدی. به همین صورت میبافم. یک دو و این هم آخرین پایه. دو تا پایه آخر بافته نمیشه. ببینید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شونزده. شونزده تا رو من به این شکل بافتم. میام دوباره سه تا زنجیره میزنم. میام برسم به این قسمتی که سه تا زنجیره زده بودم. داخلش دو تا پایه کوتاه میبافم. یک و دو. دوباره یک دو سه. سه تا زنجیره میزنم. دوباره میام این قسمت. دو تا پایه اول رو نمیبافم. میام داخل پایه سوم و دوباره به همین شکل روی 16 پایه یک پایه بلند تک زنجیره ما بینشون. دوباره این 16 تا رو میبافم، باز برمیگردم. ببینید 16 پایه تک زنجیره هم رو زدم. دوباره پس میام سه تا زنجیره میزنم.
میام تو این بخش سه زنجیره وسط و دو تا پایه کوتاه میبافم. یک و دو. دوباره سه تا زنجیره میزنم و میرم روی 20 تا پایه بعدی و کار به این شکل در میاد. تا انتها به همین شکل بافته میشم. خب ببینید عزیزان، من تا انتها به همین شکل بافتم. اینجا دو تا پایه کوتاه رو زدم. میام این قسمت دوباره دارم رج بعد رو شروع میکنم. میام روی این سه تا زنجیره بست میزنم که برسم به قسمت این دایره مدلمون. میام بست، دوباره بست. میام روی این پایه بلند هم یک بست. میام روی این تک زنجیره وسط هم یک بست. دوباره میام روی این پایه بلند یک بست. یعنی در واقع من این یه دونه رو میخوام جا بذارم بیام روی زنجیره بعدی شروع بکنم. میام سه تا زنجیره میزنم، دو و سه، پایه بلندم هست و یک زنجیره فاصله. دوباره میرم داخل پایه بعدی، پایه بلند، تک زنجیره. میرم بعدی، پایه بلند، تک زنجیره. پایه بلند، تک زنجیره، پایه بلند، تک زنجیره. به همین صورت ادامه میدم. تک زنجیره، پایه بلند، تک زنجیره، تا یه دونه مونده به آخر. مثل قسمت ابتدایی که شروع کردیم یه دونه جا گذاشتیم. ببینید این رو میبافم، دیگه این بافته نمیشه. مستقیم میام دوباره این رو نمیبافم، میام اینجا. این رج به همین شکله. ببینید دوباره پایه بلند، تک زنجیره، داخل تک زنجیره های رج قبل. پس این رج هم به این شکل بافته میشه. و بدون هیچ تک زنجیره‌ای من میرم سراغ دایره بعدی. به این شکل دوباره یک زنجیره میزنم، این قسمت رو نمیبافم، یه دونه رو میام اینجا، یه دونه رو هم نمیبافم، میام این داخل و دوباره میبافم. ببینید کار به این شکل میشه، تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب ببینید دوستان، من تا انتها به همین شکل بافتم. میرسم به انتهای کار، این قسمت پای بلندم رو بافتم، این رو نمیبافم، میام به این قسمت یک دو سه به سومین زنجیره بستم رو میزنم که معادله یک پایه بلند. دوباره میخوام این قسمت رو، این فضا رو نبافم و بیام این قسمت. پس میام دوباره بست میزنم، دوباره میام این داخل، اینجا رو هم بست میزنم و میام داخل این تک زنجیره دوباره بس بزنم. دوباره میام یک دو سه چهار، میام دوباره داخل این فضا مثل رج قبل، روی هر پایه یک پایه، فقط این قسمت اول بافته نمیشه و میرم ادامه. از دو طرف تک زنجیره های آخر بافته نمیشه. ببینید این قسمت تک زنجیره رو نمی بافم، یک زنجیره میزنم،
میام ما بین این دوتا رج قبلی این قسمت و یک پایه بلند دوباره یک زنجیره میزنم این رو رها میکنم میام داخل تک زنجیره بعدی دوباره پایه بلند تک زنجیره دقیقا مثل رج قبل هست با این تفاوت که از یه دایره به دایره دیگه یک زنجیره یک پایه بلند و یک زنجیره میزنیم ببینید این یه دونه دیگه بافته نمیشه میام اینجا یک زنجیره میزنم میام این قسمت پای بلندم رو میزنم دوباره یک زنجیره میزنم دوباره میام این قسمت این یه دونه رها میشه میام پای بلند دوباره تک زنجیره ببینید کار به این شکل میشه پس تا انتها به همین شکل بافته میشه